فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. پس کی ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغ بربست و سخن صدق یعنی قرآن مجید را چون به او رسید تکذیب کرد؟ آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. آن که سخن راست را آورد و آن که او را تصدیق نمود هم ایشانند پرهیزگار. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای ایشان مهیاست، این است پاداش نیکوکاران. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. تا خداوند از ایشان بهترین اعمالشان را بزداید و ایشان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا خداوند با بنده خود بسنده نیست که تو را با کسان غیر او میترسانند؟ و کسی را که خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. و کسی را که خداوند رهیاب سازد هیچ گمراه کننده ای ندارد. آیا خداوند صاحب قدرت منی و انتقام گیرنده نیست؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. اگر از ایشان بپرسی چی کسی آسمان ها و زمین را آفرید، حتما میگویند خدا. بگو آیا دیدید اگر خدا بخواهد به من زیانی برساند، آنهایی که جز خدا و ایشان نیایش میکنید این یا آن را از من برطرف کرده میتوانند؟ یا اگر به من اراده مرحمت بفرماید آیا ایشان رحمت او را باز داشته میتوانند؟ بگو خداوند برای من بسنده است و توکل کنندگان بر او توکل میکنند. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. بگو ای قوم من هرچی از دست شما میآید بکنید، من نیز به وظیفه خود عمل میکنم، به زودی در خواهید یافت. من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. کیست که برایش عذاب رسوا کننده می آید و او را عذاب دوامدار فرا می گیرد؟ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بگمان ما کتاب را بر تو برای مردم به حق نازل کردیم، پس هر کسی که راهیاب شد به نفع خود اوست و هر کسی که گمراه شد به زیان خود او می شود و تو ذمه‌دار ایشان نیستی. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خداوند ارواح را در هنگام مرگ می گیرد و آن را که در خواب خیش بوده و نمرده است نیست. پس روح کسی را که مرگ را بر او حکم کرده جدا از کالبد او نگه می دارد و روح آن دیگر را که بر او حکم مرگ نشده به کالبد او باز می فرستد تا زمان معینی. بیگمان در اینها برای مردم اندیشمند نشانه هایی است. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا دیگران را جز خدا شفیع گرفته‌اند؟ بگو آیا اگر ایشان هیچ قدرتی نداشته باشند و هیچ خیری را نفهمند؟ قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم الیه ترجعون. بگو شفاعت به تمام کمال از آن خداست، اکنون هم پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس در آخرت نیست و سوی او بازگردانیده می شود. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. و چون خدا تنها ذکر کرده شود دلهای آنانی که با آخرت ایمان نمی آرند می رمد و هراسان می شود، ولی چون دیگران جز او ذکر کرده شوند در این حال است که این نامسلمانان شادمان می شوند. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو خداوندا ای آفریننده آسمان ها و زمین و داننده پنهان و آشکارا، تویی که میان بندگان خود در آنچه اختلاف می ورزیدند حکم می کنی. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون. اگر واقعا همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دوچندان به دسترس ستمگاران قرار داده شود، آن را برای رفع قسمتی از سختی عذاب روز قیامت فدیه می دهند، ولی بر ایشان در اثر عذابی که از جانب خدا عاید می شود چنان حالتی به وجود می آید که هرگز گمان نمی کردند. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. در این حالت است که بدی اعمالی که مرتکب می شدند به ایشان ظاهر می شود و بر ایشان عذابی که به آن تمسخر می کردند احاطه می نماید. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. بگمان کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین گفتند، ولی اعمالی که انجام می دادند عذاب را از ایشان دفع نکرد. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. و به
جزای اعمال ناشایسته خود رسیدن. ستمگاران این مشرکان نیز جزای اعمال ناشایسته خیش را می‌بینند و ایشان هرگز عاجز ساختن نمی‌توانند، یعنی تقدیر خدا را تغییر دادن نمی‌توانند. اولن یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر این فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آیا ندانستند که خداوند روزی را به هر که بخواهد فراخ می کند یا تنگ می سازد؟ بیگمان در این برای کسانی که ایمان دارند نشانه هاییست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله این الله یغفر الذنوب جمیعا اینه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگان من که بر خود ستم کرده اید، از رحمت خدا ناامید نشوید، بیگمان خداوند همه گناهان را می آمرزد، بیگمان هم اوست آمرزگار و مهربان. و انیبو الى ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. و به پروردگار خیش رجوع کنید و به او تسلیم شوید پیش از این که عذاب به سراغ شما بیاید و باز یاری دادن نشوید. و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون. و این بهترین سخنی را که از نزد پروردگار شما به شما نازل شده پیروی کنید پیش از این که به شما ناگهان عذاب بیاید و شما آگاه نباشید. انتقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و این کنت لمن الساخرین. پیش از آن که کسی بگوید ای وای بر من که در حق خدا کوتاهی کردم و بیگمان من از تمسخر کنندگان بودم. او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین. یا بگوید اگر خدا مرا هدایت می کرد یقینا از پرهیزگاران می بودم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. یا هنگامی که عذاب را میبیند بگوید ای کاش به من بازگشت میسر میبود تا از نیکوکاران میشدم. بلا قد جاءتك آیاتی فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. جواب این خواهد بود آره آیات من به تو آمد و آنها را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی. و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. در روز قیامت آنانی را که بر خدا دروغ بستند می‌بینی که روح‌هایشان سیاه است. آیا برای متکبران در دوزخ جای نیست؟ و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. و خدا پرهیزگاران را با کامیابی ایشان نجات می‌دهد. به ایشان بدی نمی رسد و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. الله خالق كل شيء و هو على كل شيء وكيل. خداوند آفریننده هر چیز و سرپرست همه چیز هاست. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
کلیدهای خزانه های آسمان ها و زمین از آن اوست و آنانی که آیات خدا را تکذیب کردند هم ایشانند زیانکار. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. بگو ای جاهلان، آیا به من دستور می دهید که جز خدا را پرستش کنم؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بگمان به تو و به پیشینیان تو وحی شده بود که اگر شرک آوری واقعا عمل تو هبته می شود و بگمان از زیانکاران می شود. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بلکه خدا را پرستش کن و در زمره شکر گزاران باش. و ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مشرکان قدر خدا را طوری که شایسته اوست ندانستند، در حالی که در روز قیامت همه زمین در قبضه اوست و آسمان ها در ید راست بلا کیف او پیچیده می باشد. او پاک و برتر است از چیزهایی که با او شریک می آورند. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهنگامی که در سور دمیده می شود از صدای آن همه کسانی که در آسمان ها و در زمین اند بیهوش می شود، مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس باری دیگر در سور دمیده می شود و در آن وقت است که همه مردم استاده می شوند و در انتظار به سر می برند. و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء بالنبیین و الشهداء وقضی بینهم بالحق وهم لا یظلمون. زمین به نور پروردگار آن روشن و کتاب یعنی نامه اعمال نهاده می شود و پیامبران و گواهان آورده می شوند و در میانشان به حق فیصله می شود و به ایشان ستمی نمی شود. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون. و برای هر کس آنچه انجام داده است پوره داده می شود و خدا به آنچه ایشان می کنند داناتر است. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كافران گروه گروه به سوی دوزخ رانده می شوند، چون به آن برسند دروازه هایش باز می شوند و نگهبانان آن به ایشان می گویند آیا برای شما از میان خود شما پیامبران نیامده بودند که برای شما آیات پروردگار شما را می خواندند و شما را از روبرو شدن به این روز برحذر می گردانیدند؟ می گویند آری، ولی حکم عذاب بر کافران متحقق کردید. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتكبرين. به ایشان گفته می شود به درهای دوزخ درایید، در آن برای همیشه باقی می مانید
و چی بد است اقامت گاهی متکبران. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وكسانی که از پروردگار خیش ترسیدند گروه گروه به بهشت برده می شوند تا اینکه به آنجا می رسند و دروازه های آن باز می شود و نگهبانان آن به ایشان می گویند سلام بر شما، شادان باشید، به آن جودانه درآیید. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ومي گوين ستائش خداي را كي وعده خود را براي ما بجاه کرد وما را وارث زمين يعني بهشت ساخت که در بهشت به هر جا که بخواهیم جاگزین می شویم. و چی خوب است مزد نیکوکاران. و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. و فرشتگان را می‌بینی که بر گرد عرش الهی حلقه زده‌اند به تسبیح و ستایش پروردگار خیش مشغولند و در میان مردم به حق حکم می‌شود و گفته می‌شود ستایش مر خدای را که پروردگار عالمیان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. آمین. تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. فرو فرستادن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت منی و داناست که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، سخت عذاب کننده، صاحب فضل و توانایی است. جز او معبودی نیست و سوی اوست بازگشت. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد. در آیات خدا جز کافران هیچ کسی مجادله نمی کند، پس آمد و شد یعنی قدرت نمایی ایشان در شهرها تو را فریب ندهد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. پیش از ایشان قوم نوح و بعد از آن گروه های دیگر حق را تکذیب کردند. هر امتی آهنگ آن نمود که پیامبر خیش را گرفتار سازد. اینان در راه باطل خیش به مجادله پرداختند تا به وسیله آن حق را از پای درآورند. پس ایشان را گرفتار ساختیم. ببین که عذاب الهی چگونه بود؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. به این ترتیب حکم پروردگار تو بر کافران محقق گردید که ایشان واقعا اهل دوزخ هستند. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع
وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فرشتگان حامل عرش و پیرامون آن خوبی پروردگار خیش را ستایش می کنند. با او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می خواهند و می گویند بار خدایا به رحمت و علم خیش همه چیزها را فرا گرفتی، پس توبکاران و پیروان راه خیش را بیامرز و آنها را از عذاب دوزخ وارهان. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا آنها را به بهشت‌های جاودانه درار که به ایشان وعده دادی و هر کسی را از پدران، همسران و فرزندانشان که صالح باشد نیست، حقا که تو صاحب قدرت منی و با حکمتی. وقهم السیئات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلك هو الفوز العظیم. و ایشان را از بدیها نگهدار و هر کی را در آن روز از بدیها نگه داری واکن بر او رحم کردی و این است کامیابی بزرگ. این الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. با کافران نظامی شود واکن خشم خداوند از خشم شما بندگان بر شما بزرگتر است، زیرا که به ایمان فرا خوانده می شدید ولی از آن انکار می کردید. قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. میگویند پروردگارا دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی، به گناهان خود اعتراف کردی، پس آیا برای بیرون شدن از دوزخ راهی هست؟ ذلكم بانه اذا دعی الله وحده كفرتم و ان یشرف به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. به ایشان گفته می شود کنون راهی برای بیرون شدن نداری، این سبب است که چون خدا به یگانگی یاد می شد انکار می کردید و چون به او شرک آورده می شد باور داشتید، او کنون داوری از آن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. اوست که برای شما نشانه های خود را ارائه می کند و برای شما از آسمان روزی می فرستد و پن نمی گیرد مگر کسی که به خدا رو می آورد. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. پس خدا را با اخلاص و صمیمانه نیایش کنید اگر چه کافران ناخشنود شوند. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. اوست رفعت بخشنده درجات و صاحب عرش، وحی را بر هر کی از بندگان خود که بخواهد و فرمان خیش نازل می کند تا مردم را از روبرو شدن همگانی بیم دهد. یوم هم باردون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار.
روزی که مردم به گونه چشمگیر نمودار می شوند و بر خداوند هیچ چیز پوشیده نمی باشد. خداوند می گوید امروز پادشاهی از آن کیست؟ خدا می گوید از آن خدای یکتای بسیار غالب. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب. امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده جزا داده می شود. امروز هیچ ستمی نیست، حقا که خدا در حساب گرفتن سریع است. و انذرهم یوم الآزفت اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ایشان را از روز قیامت بترسان، آنگاه که از غصه بسیار دلها به گلوهگاه یعنی جان به لب برسد و برای ستمگاران غمخواری نیست و نه هم شفاعتگری که سخن او پذیرفته شود. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خداوند خیانت چشمها و آنچه را سینه‌ها پنهان می کنند می داند. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. وخداوند به حق حکم میکند و کسانی که ایشان به آنها جز خدا نیایش میکنند هیچ فیصله ای را کرده نمیتوانند، حقا که خداوند هم او شنوا و بیناست. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. آیا ایشان در زمین سفر نکرده اند تا ببینند که عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چی شد؟ ایشان هم در قدرت و هم در آثاری که در زمین از خود به جا گذاشتند برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب خداوند برایشان هیچ نگه دارنده نبود. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. این به خاطر آن بود که برای ایشان پیامبرانشان با آیات روشن آمدند اما ایشان انکار ورزیدند، پس خدا ایشان را مؤاخذه کرد. بیگمان که او نیرومند و سخت عذاب کننده است. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. بیگمان موسا را با معجزه های خود و حجت آشکارا فرستادیم به سوی فرعون، هامان و قارون، ولی ایشان گفتند که وی جادوگر دروغگوست. فلما جاء قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. هنگامی که او از نزد ما با دین حق به سوی ایشان رفت گفتند پسران آنانی را که با او ایمان می آوردند بکشید و دخترانشان را زنده نگه دارید، ولی دسیسه کافران جز در گمراهیشان اثر بخش نیست. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه اینی اخاف
يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون گفت مرا بگذارید تا موسا را بکشم و بگذارید برای نجات خیش پروردگارش را بخواند. می ترسم مبادا دین شما را تغییر دهد یا در زمین فساد برپا کند. و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسی گفت من به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد پناه می برم. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاء بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مرد مؤمنی از اهل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت آیا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من خداوند یکتاست؟ حالان که او واقعا به شما معجزه های روشنی را از جانب پروردگار شما آورده است؟ اگر دروغگو می باشد گناه دروغگوییش به دوش خود اوست و اگر راستگو باشد بعضی از عذابهایی که وعده می دهد به شما عاید خواهد شد. بیگمان خداوند هیچ ستمگاری کذابی را رهیاب نمی سازد. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ای قوم من امروز پادشاهی از آن شماست و بر این سرزمین مسلط هستید. اگر عذاب خدا ما را فرا گیرد پس کیست که ما را از آن نجات دهد؟ فرعون گفت من جز چیزی را که با آن باور دارم به شما ارائه نمی کنم و شما را جز برای راست رهبری نمی کنم. و قال الذی آمن یا قوم این اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. آن مرد مؤمن گفت ای قوم من بیگمان با شما از مانند روزی که بر سر احزاب آمد میترسم، مانند سرنوشت قوم نوح، عاد، ثمود و کسانی که بعد از ایشان بودند و خداوند بر بندگان خود اراده هیچ ستمی ندارد. و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای قوم من بر شما از روز پراگندگی می ترسم، روزی که رو می گردانید و فرار می کنید و برای شما از عذاب خداوند هیچ نگه دارنده ای نیست و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او هیچ رهیابی نیست. ولقد جاء يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. و
و بیگمان یوسف پیش از این با معجزه های به سوی شما آمد، ولی همواره در مورد آنچه او برای شما آورده بود در شک بودید تا آنگاه که وفات یافت. گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری نمی فرستد. بدین گونه خدا هر بی باکی شکاکی را گمراه می کند. الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. کسانی را که در آیات خدا که به آنها آمده است بدون هیچ دلیل جدال می‌ورزند و این کار شدیداً خشم خدا و خشم مؤمنان را برمی‌انگیزد، بدین گونه خداوند بر هر دل متکبر و سرکش مهر می نهد. و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى و انی لأظنه کاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون گفت ای هامان برای من قصر یعنی بنای مرتفع بساز تا مگر با وسایل دست یابم، وسایل بالا شدن به آسمان ها را، تا به سوی خدای موسی بالا روم و یقینا من او را دروغگو میپندارم. این چنین با فرعون عمل زشت او خوشایند جلوه داده شده و از راه حق باز داشته شد و دسیسه فرعون چیزی جز زیان نبود. و قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد. مرد مؤمن گفت ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما را برای راست برسانم. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. ای قوم من زندگی این دنیا متاع بس ناچیز است و بیگمان آخرت همان است سرای جاودان. من عمل سیئة فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فأولئک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب. کسی که بدی کند جزا دادن نمی شود مگر مثل آن، و کسی که خوبی می کند خواه مرد باشد یا زن و مسلمان هم باشد، چنین مردمی به بهشت داخل می شود، در آنجا به ایشان روزی به حساب داده می شود. و یا قوم ما لی ادعوکم الى النجات و تدعوننی الى النار. ای قوم من مرا چی شده است که شما را به سوی نجات فرا میخوانم و شما مرا به سوی آتش میخوانید؟ تدعوننی لأكفر بالله و اشرک به ما ليس لی به علم و انا ادعوكم الى العزیز الغفار. مرا به این فرا میخوانید که از خدا انکار کنم و به وی چیزی را که به آن علم ندارم شریک بیاورم، در حالی که من شما را به سوی ذات صاحب قدرت منی و بسیار آمرزنده می خوانم. لا جرم ان ما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
بر این باورم که چیزی که شما مرا به سوی آن میخوانید نه دعوت پسندیده در دنیا دارد و نه هم در آخرت و یقینا که بازگشت ما به سوی خداست و مصرفان یعنی کافران هم ایشانند اهل دوزخ. فستذکرون ما اقول لكم و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. چیزی را که بر روی خیرخواهی به شما میگویم به زودی یاد خواهید کرد و کار خود را به خدا می سپارم، حقا که خداوند به بندگان خود بیناست. فوقاه الله سیئات ما مکروا و حاق بآل فرعون سوء العذاب. پس خداوند او را از شر حیله‌هایی که ایشان به کار می‌برند نگه داشت و برعکس بر فرعونیان عذاب شدید نازل گردید. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آتش دوزخ صبح و شام بر ایشان عرضه می شود و در روز قیامت گفته می شود فرعونیان را به سخت‌ترین عذاب درآرید. و اذ يتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار. بیاد آورید چون در دوزخ با یک دیگر جدال می کنند، ناتوانان با متکبران می گویند ما پیرو شما بودیم، آیا اکنون می توانید قسمت از آتش را از ما دفع کنید؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. متکبران میگویند ما همگی در آتشیم، بیگمان خدا در میان بندگان خود با عدالت حکم کرده است. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. دوزخیان با پاسداران دوزخ میگویند از پروردگار خیش بخواهید لااقل برای یک روز عذاب ما را تخفیف بدهد. قالوا تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. پاسداران دوزخ میگویند آیا برای شما پیامبران شما با نشانه‌های روشن نمی آمدند؟ و دوزخیان میگویند بله می آمدند. پاسداران میگویند پس اکنون خود شما دعا کنید و دعای کافران جز در گمراهی نیست. اینا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سوء الدار. بیگمان ما پیامبران خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و نیز در روزی که گواهان به پا می خیزند کمک می کنیم، روزی که معذرت خواهی ستمگاران سودی ندارد و برای ایشان لعنت است و نیز برایشان دوزخ به حیث جایگاه بد آماده شده است. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ما به موسى وسائل هدایت را ارزانی کردیم و به بنی اسرائیل کتاب را میراث دادیم، هدایت و پند برای خردمندان. فاصبر إن
وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. پس صبر کن، بگمان وعده خدا حق است و برای گناه خیش آمرزش بخواه و صبح و شام پروردگار خیش را پیاپی ستایش کن. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. بیگمان کسانی که در آیات خدا بدون آنکه به ایشان دلیل آمده باشد مجادله می کنند، در سینه هایشان جز کبر چیزی دیگری نیست. ادعای مقامی را می کنند که هرگز به آن نمی رسند. پس با خداوند پناه بجوی، بیگمان هم اوست شنوا و دانا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واقعا آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش انسانها بزرگتر است، ولی اکثر مردم نمیدانند. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. بینا و نابینا هرگز با هم برابر نیستند و نه هم آنانی که ایمان آورده و مصدر کارهای نیکو شدند با مردم بدکار برابر بوده می توانند. کم از آنچه پند می گیری. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. واقعا قیامت آمده نیست، در آن شکی نیست، مگر بیشتر مردم این را باور ندارند. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. و پروردگار شما گفت مرا نیایش کنید تا خواست شما را اجابت کنم. کسانی که از پرستش من تکبر ورزند حتما به خواری وارد دوزخ می شوند. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خداوند ذاتی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید و روز را روشنایی بخش آفرید. بیگمان خداوند به مردم فضل بیکران مبذول می دارد، مگر بیشتر مردم سپاس نمی گذارد. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون. این است خدای پروردگار شما، آفریننده هر چیز، جز او خدایی نیست. پس چگونه از حق برگردانیده یعنی منحرف می شوید؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. همچنین کسانی که از آیات خدا انکار می کردند از حق برگردانیده یعنی منحرف می شوند. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خداوند ذاتی است که برای شما زمین را قرارگاهی ساخته است و آسمان را سقفی و شما را تصویر کرد و صورتهای شما را نیکو گردانید و شما را از چیزهای پاکیزه روزی داد. این است خداوند پروردگار شما و با برکت است خدای پروردگار عالمیان.
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. اوست زنده حقیقی و دائمی جز او معبودی نیست پس او را به اخلاص نیایش و فرمان بری کنید و ستایش از آن خدای پروردگار عالمیان است. قل اینی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین. بگو چون به من نشانه های بس روشنی از جانب پروردگارم آمد از پرستش کسانی که شما جز خدا و ایشان نیایش می کنید جدن ممنوع شدم و مأمور شدم که تنها و پروردگار جهانیان تسلیم باشم. هو الذی خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. اوست که شما را از خواب سپس از نطفه و بعد از آن از علقه یعنی خون بسته آفرید. بعد از آن شما را به صورت طفل بیرون می آورد. سپس زمینه آن را فراهم می سازد که به کمال قوت خود برسید و با زمینه ادامه زندگی شما را فراهم می گرداند تا کهنسال شوید. گروهی از شما پیش از این مرحله می میرند ولی به طور عادی زمینه ادامه زندگی شما را فراهم می سازد تا به موعد معین برسید و تا باشد که شما درک کنید. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اوست که زنده می گرداند و می میراند و هنگامی که چیزی را اراده کند به آن می گوید شو پس می شود. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. آیا رسول کسانی که در مورد آیات خدا مجادله می کنند ندیدی که چگونه از حق باز داشته می شود؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. کسانی که این کتاب و سایر کتبی را که پیامبران خیش را با آن فرستادیم تکذیب کردند به زودی به زشتی این عمل خیش پی می برند. هنگامی که تاوها و گردنشان انداخته می شود و زنجیرها نیز و به سوی دوزخ کشانده می شود نخست در آب جوشان و سپس در آتش به سختی سوختانده می شود. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. سپس به ایشان گفته می شود کجایند چیزهای یعنی معبودانی که ایشان را شریک خدا قرار می دادی و به جز خدا آنها را پرستش می کردی. می گویند از پیش ما گم شدند یعنی ما را در خلا گذاشتند بلکه اکنون دانستیم چیزی را قبلا پرستش نمی کردیم که قابل پرستش باشد. این گونه خداوند کافران را گمراه می سازد. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون
ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وكنون با دروازه های دوزخ درایید و در آنجا همیشه به سر برید، پس چی بد است مسکن متکبران. فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. پس ای پیامبر صبر کن، بیگمان وعده خداوند حق است، اگر عملی شدن بعضی از وعده های را که به ایشان دادیم به تو نشان بدهیم یا تو را بمیرانیم، پیش از آن که همه این وعده ها در عمل پیاده شود، به هر حال همه ایشان به سوی ما باز می گردند و همه وعده ها بر ایشان عملی می شود. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. بیگمان پیش از تو نیز پیامبرانی را فرستادیم، سرگذشت بعضی از ایشان را به تو بیان کردیم و سرگذشت بعضیشان را به تو بیان نکردیم، برای هیچ پیامبری نیست که آیه ای را جز به اجازه خداوند بیاورد، پس چون امر خداوند صادر شود موضوع به حق فیصله می گردد و در آنجاست که اهل باطل خسارمند می شوند. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. خداوند است آن که برای شما چارپایان را آفرید تا بعضی را مرکوب خیش قرار دهید و از بعضی تغذیه کنید. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. و افزون بر آن در آنها برای شما منافع دیگری است و نیز تا به وسیله آنها به برآورده شدن نیاز دلهای خود برسید و بر آنها و بر کشتی ها سوار میشید. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. خداوند به شما نشانه های خود را می نمایاند، پس از کدام یک از آیات خداوند انکار می ورزید؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. آیا بر روی زمین سیاحت نکردند تا بنگرند که سرنوشت پیشینیانشان چگونه بوده است؟ پیشینیان از آنها بیشتر بودند و در زمین از روی نیرو و آثاری که به میان آورده بودند فیزونتر بودند، ولی هیچ از این کارهایشان عذاب را از ایشان دفع نکرد. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. چون پیامبرانشان نشانه های روشنی را به ایشان آوردند، به دانش و مهارتی که خود داشتند دلشاد بودند و غیر آن را بی‌ارزش می‌پنداشتند، ولی آنچه را مسخره می‌کردند ایشان را فرو گرفت. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. پس چون زور عذاب ما را دیدند گفتند با خداوند یگانه ایمان آوردیم و از آنچه به وسیله آن شرک می‌ورزیدیم انکار کردیم. فلم یکن ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت
سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. اما وقتی که زور عذاب ما را دیدند ایمانشان بر ایشان سودی نداشت. این است روش الهی که در مورد بندگان پیشین او به کار برده شد و در این حال است که کافران زیانمند شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. آمین. تنزیل من الرحمن الرحیم. آمین. این وحی است از جانب خداوند بی اندازه مهربان و نهایت بارح. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. کتابی است که در آیات آن هر مطلب جدا بیان شده است. قرآن است عربی برای قومی که می دانند، بشارت دهنده و بیم دهنده، هرچند بیشترشان روگردان شدند پس ایشان نمی شنوند. و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه و فی آذاننا و قر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون. گفتند از چیزی که ما را به آن فرا میخوانی دلهای ما در پوشهای است و در گوشهای ما گرانی است، یعنی گوشهای ما کر است و در میان ما و تو حجاب است، پس هرچی از دست تو میآید بکن، ما نیز هر آنچه از دست ما بیاید کردنی هستیم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات وهم بالآخرت هم کافرون. بگو واقعا من نیز بشری هستم مثل شما، به من وحی می شود به تأکید که خدای شما خدای واحد است، پس توجه خود را به گونه مستقیم به او معطوف دارید، از او آمرزش بخواهید و وای بر مشرکان، آنانی که زکات نمی دهند و هم ایشانند که از آخرت منکر. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند برای ایشان پاداشی است بی پایان. قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلك رب العالمین. بگو آیا این شما هستید که از یکتایی ذات انکار می ورزید که زمین را در دو روز آفرید و برای او همتایان قائل می شوید؟ این است ذاتی که پروردگار جهانیان است. و جعل فیها رواسل من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سواء للسائلین. و در زمین کوههای استوار و پا بر جای را بر بالای آن قرار داد و در آن برکت نهاد و مواد غذایی لازمه آن را در 4 روز مقرر گردانید، درست به اندازه احتیاج نیازمندان. ثم استوى الى السماء وهي دخان
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سپس به آفرینش آسمان ها پرداخت، در حالی که دودی بود. به آسمان و زمین گفت به خوشی خود یا به زور بیایید. گفتند به خوشی آمدید. فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها و زین السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم. پس آنها را در دو روز هفت آسمان ساخت و در هر آسمان امور آنها را وحی کرد و آسمان دنیا را با چراغ‌ها زینت دادیم و آن را توسط نگهبانان حفاظت کردیم. چنین است تقدیر خدای صاحب قدرت منی و دانا. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اما اگر رو گردانند به ایشان بگو من شما را از عذاب سختی چون صاعقه ای که عاد و ثمود را فرا گرفته ترسانیدم. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. هنگامی که پیامبران از پیش و عقبشان آمدند، یعنی از هر سو و با استفاده از همه وسایل، و ایشان را به این فرا خواندند که جز خدا را پرستش نکنید، گفتند اگر پروردگار ما میخواست یقینا فرشتگانی را برای دعوت نازل میکرد، لذا ما دعوتی را که شما برای آن فرستاده شده اید نمیپذیریم. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون. اما قوم عاد در زمین بنا حق تکبر ورزیدند و گفتند کیست که از ما نیرومندتر باشد؟ آیا ندانستند خداوندی که ایشان را آفریده از ایشان نیرومندتر است؟ در حالی که ایشان پیوسته از آیات ما انکار می ورزیدند. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة اخزا وهم لا ینصرون. پس بر ایشان باد تندی را در روزهای شومی فرستادی تا به ایشان در این دنیا عذاب رسوا کننده را بچشانی و یقینا عذاب آخرت از آن هم رسوا کننده تر است و با ایشان از هیچ طرفی یاری نمی شود. و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. و اما ثمود ایشان را رهنمایی کردیم ولی نابینایی را بر رهیابی ترجیح دادند، پس به سبب اعمالی که مرتکب می شدند عذاب آواز مهیب هلاک کننده و اهانت بار ایشان را فرو گرفت. و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. و آنانی را که ایمان آوردند و پرهیزگاری کردند نجات دادیم. و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. و روزی را بیاد آرید که دشمنان خدا به سوی آتش جمع کرده شده و سپس ایشان به دسته ها تقسیم می شود. حتی اذا ما جاء
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. چون به آنجا آمدند گوشها، چشمها و پوستهایشان بر ایشان به اعمالی که مرتکب شده اند گواهی می دهد. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. به پوستهای خود میگویند چرا شما بر ما گواهی میدهید؟ میگویند خداوند ما را گویا ساخته که همه چیزها را گویا ساخته است و اوست که شما را برای نخستین بار آفرید و به سوی او بازگردانیده می شود. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولكن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. شما اعمال زشت خیش را از ترس اینکه مبادا گوش شما، چشمان شما و پوست های شما به شما گواهی بدهند پنهان نمی کردید، چون به این گواهی باور نداشتید، بلکه شما گمان داشتید که خدا بسیاری از اعمالی را که مرتکب می شدید نمی داند. و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. این گمان شما که به پروردگار خود داشتید شما را هلاک ساخت و سرانجام از زیانکاران شدید. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعفروا فما هم من المعتدين. پس اگر صبر کنند آتش جایگاه آنهاست و اگر عفو بخواهند از عفو شوندگان نیستند. وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وبرای ایشان هم نشینانی را گماشتیم که برای ایشان اعمال زشتشان را در گذشته و آینده زیبا جلوه دادند و فرمان الهی به سلسله پیشینیان جن و انس در مورد ایشان نیز عملی گردید، حقایق ایشان زیانکار بودند. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافران گفتند به این قرآن گوش ندهید، بلکه در اثنای تلاوت آن سخنان بیهوده به زبان آرید، یعنی هیاهوی براه اندازید تا باشد که با جلوگیری از شنیده شدن آن پیروز شد. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. پس به کافران حتما مزه عذاب شدید را می چشانید، بیگمان ایشان را به بدترین اعمالشان جزا می دهید. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. این از جزای دشمنان خداوند دوزخ، در آن برای ایشان سرای همیشه گیست به جزای این که ایشان از پذیرش آیات ما انکار میکردند. و قال الذين كفروا ربنا ان الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. کافران میگویند پروردگار
از جن و انس آنانی را که ما را گمراه کردند برای ما بنما تا ایشان را زیر پای خود کنیم و از پسترین مردم شوند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بیگمان آنانی که گفتند پروردگار ما خداست و باز استقامت کردند، فرشتگان برایشان نازل می شوند و می گویند نترسید و غمگین مباشید و به بهشت مژده یابید که به شما وعده شده بود. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. ما در زندگی دنیا و در آخرت یار و مددگار شماییم. برای شما در آن هر چی خواسته باشید مهیا است و در آن برای شما هر چی بخواهید آماده است. نزولا من غفور رحیم، مهمانی از خدای بخشاینده مهربان. و من احسن قولا من و کیست بهتر از روی سخن گفتن از کسی که مردم را به سوی خدا فرا می خواند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من واقعا از جمله مسلمانانم. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. نیکی برابر نیست و بدی نیز برابر نیست، یعنی هر کدام از آنها درجات متفاوتی دارند. بدی را به بهترین نیکی دفع کن، پس آن که در میان تو و او دشمنی است همانند دوست غمخوار تو میگردد. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. به این مقام نمی رسند جز کسانی که شکیبایی ورزیدند و نمی رسند جز کسانی که از خلق نیکو بهره وافر دارند. و این که من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. و اگر از شیطان به تو وسوسه پیدا شود پس به خدا پناه آر، بیگمان او شنوا و داناست. و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. از نشانه های او شب و روز آفتاب و ماه هست، نه به آفتاب سجده کنید و نه هم به ماه، بلکه به خدای سجده کنید که آنها را آفریده است اگر خواست او را می پرستید. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. ولی اگر تکبر ورزند همین کافی است که آنانی که نزد پروردگار تو اند در شب و روز او را تسبیح می گویند و ایشان خسته نمی شوند. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. و از نشانه های او این است
زمین را خشک و فرود افتاده می بینی. چون بر آن آب را فرود آوریم به اهتزاز می آید و نمو می کند، یعنی می پندد. بیگمان ذاتی که آن را زنده یعنی شاداب و سرسبز می سازد واقعا زنده گرداننده مردگان نیز می باشد و بیگمان او به هر چیز تواناست. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. آنانی که در برابر آیات ما کج رفتاری می کنند، یعنی از پذیرش اسلام سرباز می زنند، بر ما پوشیده نمی مانند. آیا کسی که در دوزخ انداخته می شود بهتر است یا کسی که در روز قیامت با امن و آرامش به سوی ما می آید؟ هرچی می خواهید بکنید، بیگمان او به هرچی می کنید بیناست. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. آنانی که به این ذکر یعنی قرآن وقتی که به ایشان آمد کافر شدند، یعنی از ایمان آوردن به آن سر باز زدند، به جزای بس شدید گرفتار می شوند و بیگمان این کتاب است نهایت پیروزمند. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هیچ باطلی به آن از هیچ پهلوی راه ندارد، نه در آینده از پیش روی آن و نه هم در گذشته از عقب آن، وحی است از جانب ذات صاحب حکمت و ستوده. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. به تو از جانب دشمنان گفته نمی شود مگر همان چیزی که به پیامبران پیش از تو گفته شده بود. بیگمان پروردگار تو برای آنهایی که از این روش نادرست باز می گردند صاحب آمرزش بزرگ و بر آنهایی که به این روش خود ادامه دهند صاحب مجازات دردناک است. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. اگر آن را قرآن عجمی یعنی با زبان جز زبان عربی می ساختیم حتما می گفتند چرا آیات آن روشن ساخته نشده است؟ آیا کتاب عجمی برای مردم عربی؟ بگو این برای مؤمنان هدایتی است و شفای، ولی نامسلمانان به گوششان پنبه کریست و این نور تابان برای ایشان مایه نابینایی است، گوی ایشان از جای دور فرا خوانده می شود. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. بیگمان به موسی کتاب را دادی، پس در مورد آن اختلاف به عمل آمد و اگر حکمی از جانب پروردگار تو مبنی بر این که محاسبه در آخرت است صورت نمی گرفت، همین اکنون بینشان فیصله به عمل می آمد و واقعا ایشان در آن یعنی در مورد قرآن در شک تهمت اندودند. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها و ما ربك بظلام للعبید.
کسی که کاری نیک انجام دهد برای خود اوست و کسی که بدی کند پس بر خود اوست و پروردگار تو بر بندگان هرگز ستمگر نیست.